سلام بچه ها، امیدوارم پر انرژی عالی باشید. به ابر پکیج شب امتحان نهم درس شیمی خوش اومدید. قبل از هر چیز چند تا نکته باید بگم در مورد نحوه استفاده از این شب امتحان که بتونید بهترین نتیجه رو بگیریم. بچه ها، این شب امتحان توی 3 پارت آماده شده. بخش اول فصل اول علومتونه، بخش دوم فصل دوم علومتونه و بخش سومی که الان داره ضبط میشه فصل سوم علوم تجربی پایه نهمتونه. کاری که تو این پروژه ما انجام میدیم، هم یک خلاصه‌ای بهتون ارائه میکنیم از مطالب، هم در کنار اون به مباحثی که توی شب امتحان نمونه دولتی و تیزوشان نیاز دارین در مورد اونها هم اشاره میشه، در مورد اونها هم بحث میشه. نکاتی که میخوام بگم یه مقدار میتونه خارج از بحث باشه. نکته اول بچه، این پکیج رایگانه و هدیه من یعنی مهرزاد شکوریان و مجموعه آموزشی کلاسیتی به شماست. تو همه دروس علوم تجربی یعنی زیست، شیمی و فیزیک گرفته شده، توی آپارات کلاسیتی، توی آپارات شیمی سخت نیست قرار گرفته. اینها رو در کنار هم ببینید که هم یه آمادگی خوبی داشته باشیم برای امتحان علومتون، هم علاوه بر اون اگر آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان می‌خوایم بدیم آماده بشیم برای اون آزمون‌ها، و اگر هم هیچ کدوم از اینها رو نمی‌خواید شرکت کنید، یک پایه قوی براتون ایجاد میشه که تو جهش ناگهانی درس شیمی و فیزیک و ریاضی زیست توی سال دهم اذیت نشین. در مورد درس ریاضی هم تمام فصول درس ریاضی شب امتحان نهمش گرفته شده که اون هم میتونید از آپارات کلاسیتی ببینید و استفاده بکنید. بچه دیگه میدونید لیست پخش‌های هر درس رو بزنید توی آپارات، میتونید وارد همون درس بشین و دیتای کامل اون درس رو بگیرین. جزوه هم تو وبلاگ کلاسیتی و وبلاگ من قرار میگیره که آدرسش رو برای شما اینجا گذاشتم. وبلاگ رو سرچ کنید دستتون میاد باید چیکار انجام بدید. چیز پیچیده ای نداریم. در ادامه یه سری نکات مهم میگم. حتما همراه من باشین. زیاد طول نمیکشه این پکیج، هلوشه نیم ساعت تا 40 دقیقه نهایتاً زمان میبره. حتما بخش اول و دومو ببینید. چون خیلی پایه مهمیه براتون. بچه از این جزوه بخش اول و دومش تدریس شده و بعد بخش سوم باقی مونده که از اینجا دقیقاً شروع میشه. اینجا من براتون چیکار کردم؟ یه خلاصه ای از مباحث حتی حفظی توی فصل سوم علومتون دیتا جمع کردم، شکل آوردم، در مورد چرخه‌ها گفتم، نکات مهمی براتون هایلایت کردم. همینو بخونید خیلی میتونید خوب ظاهر بشین توی امتحان پایانیتون. اینم دقت کنید بچه، امتحانتون هماهنگه و ما بر اساس همین امتحان هماهنگ کشوری داریم کار میکنیم. حالا کشوری یا استانیش زیاد مهم نیست. امتحانتون صحنه است، امتحانتون نهاییه. حتما این ویدیو رو با دقت ببینید و خواهش میکنم اصلا استرس نگیرید. سالهای پیش بچه‌ها از همین پکیج‌ها استفاده کردن و نتایج درخشانی گرفتن. حتی زمانی که تدریس مدارس کاملا آنلاین بوده فقط با دیدن این پکیج‌ها به نمره 19-20 رسیدن. بچه‌ها دقت کنید، این پکیج رایگانی نیست که فقط چیز ضبط شده باشه رفته باشه. پکیج رایگانیه که محصول تلاش شبانه روزی یک تیمه که روش فکر شده، کار شده و برای شما آماده شده. بچه‌ها ما اینجا ترکیبات نفت خام رو داریم. ترکیبات نفت خام همشون حاوی کربن، یعنی هر ترکیبی که توی نفت خام می‌بینید حتماً کربن و هیدروژن رو داره. این نکته اول. نفت خام مخلوطی از صدها هیدروکربن می‌باشد. همواره همراه نفت خام مقدار آب، گوگرد، نمک هم نیز یافت میشه. حواستون به این موضوع باشه. ولی اگر در مورد نفت خام بخواید صحبت کنید، ترکیباتی که دارن می‌سوزن حتماً کربن و هیدروژن دارن. یه لیستی هم براتون آوردیم در مورد فرمول مولکولی و اسمشون و نقطه جوششون. در مورد اینها تک به تک توضیح میدم. من درسم از اینجا شروع میشه. ساده ترین هیدروکربن ها، هیدروکربن یعنی چی؟ ترکیبی که کربن و هیدروژن داره. ساده ترینشون آلکان ها هستن. آلکان ها چی هستن بچه ها؟ یک فرمول عمومی دارن. اولا باید فرمول عمومی یاد بگیری. CN H2N به علاوه دو. آقا این چیه؟ این یک فرمولی که اگر تعداد کربن رو توش جاگذاری کنی بهت یک سری فرمول مولکولی میده که یه اسم خاص دارن. ما میخواییم اینا رو اول یاد بگیریم. نگاه کنید بچه ها، اگر به جای N یعنی همون تعداد کربن شما یک بذارید،
به جای N کنار هیدروژنم باید یک بذارید. دو ضرب در یک به علاوه دو چه عددی به دست میاد؟ 4. یعنی ما اگر بگیم تعداد کربن های آلکانمون یه دونه است، فرمولش میشه CH4. CH4 فرمول چیه؟ متانه. یعنی هر وقت دیدین CH4 میگیم متان. اگه آلکان ما دو کربن داشته باشه، به جای N دو جا گذاری کنید، کافیه هیدروژن ها رو، یعنی تعداد کربن ها رو ضرب در دو کنید، به علاوه دو بکنید، میشه تعداد هیدروژن های ما، میشه 4 تا به علاوه دو تا، یعنی 6 تا هیدروژن مجموعا داریم. فرمولش میشه C2H6. یا فرض کنید مثلا ما 6 تا کربن جاگذاری کنیم، تو این فرمول به جای N بذاریم 6، میشه C6H. دو برابر کربن به علاوه دو، چند تا کربن داریم؟ 6 تا، ضرب در دو میشه 12 تا، به علاوه دو میشه 14 تا. اینا هر کدوم واسه خودشون اسم دارن: متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نونان، دکان. لطفاً حفظ کنید اینا رو. اگه دقت کنید نامگذاری اینا بر اساس افزایش تعداد کربن اتفاق افتاده. ما توی ترکیب‌های هیدروکربنی که ترکیب‌های ناقطبی هستن، آقا ما ناقطبی نمیدونیم چیه، اصلاً مهم نیست. ترکیب‌هایی هستن که این واژه رو لطفاً حفظ کن. ترکیب‌هایی هستن که نیروی بین مولکولی اونها از نوع واندروالسیه. هر چقدر هیدروکربن ما گنده‌تر بشه، نیروی بین مولکولی بیشتر میشه. بچه نیروی بین مولکولی چیه؟ این یه مولکول متانه که میشه CH4. این هم یه مولکول متان دیگه است. به نیرویی که اینها رو کنار هم قرار داده میگن نیروی بین مولکولی. حالا هر چقدر این نیروی بین مولکولی بیشتر باشه، تو باید گرمای بیشتری صرف کنی، انرژی بیشتری صرف کنی تا این نیرو رو بشکنی. پس هر چقدر که هیدروکربنت بزرگتر باشه، نیروی بین مولکولیش بیشتره، پس نقطه جوشش میره بالاتر. پس فهمیدین بچه‌ها، نقطه جوش با اندازه این کربن، اندازه این هیدروکربن و تعداد کربن‌هاش رابطه مستقیم داره. همبستگیش چطوره؟ چسبندگی هیدروکربن‌ها چطوره؟ آقا چسبندگی هیدروکربن‌ها یعنی اینا بیشتر به هم چسبیده باشن دیگه. آفرین. چیا به هم میچسبن که چسبندگی کل ترکیب رو ایجاد میکنن؟ مولکول‌ها. درود بر تو. بس هر چقدر که نیروی بین مولکولی بیشتر باشه، چسبندگی مولکول‌ها بیشتره. بچه‌ها، بس سخت‌تر جاری میشن. اصطلاحاً میگیم گرانرویش بیشتره. آقا گرانروی یعنی چی؟ مقاومت در برابر جاری شدن. مثالش میدونی چیه؟ آب و عسل. کدومشون سخت‌تر جاری میشن؟ آفرین، عسل. عسل گرانروی بیشتری داره. پس ما تا به حال نقطه جوش رو بررسی کردیم، اومدیم گرانروی و چسبندگی رو بررسی کردیم، و نقطه جوش هم توضیح دادم بهتون با تعداد کربن رابطه مستقیم داره، چون نقطه جوش به دمایی گفته میشه که در اون نیروهای بین مولکولی میشکنه و ماده از حالت مایع به گاز تبدیل میشه. حل تا اینجا. در ادامه میخواییم در مورد فراریت صحبت کنیم. بچه فراریت چیه؟ فراریت تمایل مولکول ها به فرار کردن، به بخار شدنه. بگم فکر کنید هرچی مولکول های ما تعداد کربن کمتری داشته باشه، این نیروی بین مولکولی سست‌تره. بس با انرژی کمتری این مولکول ها فرار میکنن. حله؟ بس فراریت عکس نقطه جوشه. ما بس سه تا واژه مهم داشتیم: یک، نقطه جوش که رابطه مستقیم با تعداد کربن ها داشت. دو، گرانروی و چسبندگی که رابطه مستقیم با تعداد کربن ها داشت. و فراریت که رابطه عکس با اونها داشت. یعنی فراریت هر چقدر تعداد کربن بیشتر بشه کمتر میشه. فراریت با تعداد کربن رابطه عکس داره. بچه همه اینها رو من اینجا براتون نوشتم. دقت کنید، ما نفت خام رو باید تو ستون تخطیر ببریم تا این لایه ها جدا بشن. ستون تخطیر چیه بچه ها؟ یه همچین چیزی. از اینجا نفت خام ورود میکنه، داغ میشه، دماش میره بالا. اونایی که مولکولایی که سبکترن فرار میکنن به سمت بالای برج. مولکولای سنگی وزنشون زیاده، میافتن کف برج تخطیر. بس وقتی که ما این برش های پایین رو نگاه میکنیم، عین غیر یا مثلا آیق ها رو بررسی میکنیم، یا مثلا روغن موتور رو بررسی میکنیم، روان کننده ها رو بررسی میکنیم،
اینا سنگین ترن نسبت مولکول های بالاییشون. آقا سنگین ترن یعنی چه؟ یعنی کربن بیشتری دارن. پس هر چقدر نقطه جوش کمتر باشه یا اصطلاحاً کربن ما سبکتر باشه، این محصول ما توی بخش بالایی برج خارج میشه. فکر کنم تا اینجا شمرده شمرده و آروم همه چیز رو فهمیده باشین در مورد این بحث. آقا تموم شد همینجا؟ نه بچه، ما میگیم برج تخطیر، اما تخطیر رو تعریف نکردیم. تخطیر یه فرایندیه که ما دو تا گونه داریم که اختلاف نقطه جوش دارن. مثلا یکی نقطه جوششون 80ه، یکی 50ه. از 25 درجه دمای اینو میبریم بالا. خب بچه دما میره بالا 26, 27, 28, 29, 30 تا 50 میره. تو 50 درجه این ماده ای ما مثلا چی میشه؟ بخار میشه، بخار میشه، بخار میشه، وارد این ستون میشه. تو این ستون پر آبه و این وسط یه لوله‌ای هست که از آب جدایه، یعنی بین گاز ما که داره تو این لوله حرکت میکنه و این آبی که داره داخل لوله میچرخه یه مرزی وجود داره، اینا با هم قاطی نمیشن. بعد وقتی این گاز از اینجا داره خارج میشه، این آب بهش برخورد میکنه، خنکش میکنه، به مایع تبدیل میشه. یعنی در نهایت ما این ماده A رو به خاطر اینکه نقطه جوش کمتری داشت اومدیم اینجا جدا کردیم و چیزی که داخل این بالون ما باقی میمونه ماده A. چرا؟ چون ماده A جوش نیومده هنوز دیگه، ماده A اینجا باقی مونده. ماده B رو جدا کردیم، ماده A هم جدا شد خود به خود. به این میگن تخطیر. پس تخطیر دو مرحله ایه. اول میایم ماده رو بخار میکنیم، بعد میایم میانش میکنیم. حل تا اینجا. پس این شد فرایند تخطیر ما. ما هیدروکربن ها رو توضیح دادیم، تو هیدروکربن ها آلکان ها رو گفتیم، ویژگی های آلکان رو گفتیم، جاذبه مولکول، نقطه جوش، گران روی و فراریت رو توضیح دادیم. گفتیم تو ستون تخطیر کجا جدا میشن، برش های نفتی رو گفتیم. تعداد برش های نفتی هم بچه ها 8 تا، کلن 8 برش نفتی داریم. نگاه کن 2, 4, 6, 8. در ادامه بچه ها به پلیمرها میرسیم، ولی دوست ندارم فعلا پلیمرها رو بگم. اول میخوام برم در مورد دو تا مولکول دیگه صحبت کنم، بعد برم سراغ پلیمرها. بچه دقت کنید، من آلکان رو توضیح دادم، اسید رو کربونا، اما آلکن و آلکین رو توضیح ندادم. هر ترکیبی که فقط کربن و هیدروژن داشته باشه، فقط کربن و هیدروژن، بهش میگن هیدروکربن. یعنی جز اینا میتونید طبقه بندیش کنید. من صدام هم گرفته بچه، ازتون عذرخواهی میکنم، اینقدر که این چند روز درگیر بودم از وقت این صدا اجازه نمیده و این مکسی میکنم تا اینکه صدام باز بشه و ادامه بدم. بس آلکان ها رو گفتیم. فرمول عمومی CN H2N به علاوه 2 بود که N همون تعداد کربنمون بود. مثلا اگر بگیم 5 کربن داره، کافیه این 5 رو ضرب در 2 کنیم به علاوه 2 کنیم، میشه 12. یه اسمی هم بهش میدادیم، میگفتیم چی؟ پنتان. تو اون جدول براتون آوردم. بچه این ویژگی مهمی داره این آلکان، سیر شده است. آقا سیر شده یعنی چی؟ یعنی در تمام ساختار این کربن ها پیوند یگانه دارن. حالا این دوتای پایینی یعنی آلکن و آلکین سیر نشدن بچه، یعنی چی؟ یعنی پیوند دوگانه و پیوند سگانه کربن دارن. اصلا آلکین یعنی پیوند سگانه کربن، آلکن یعنی پیوند دوگانه کربن. خب هر کدوم اینا یه فرمول عمومی دارن و یه اولین عضو خانواده دارن. فرمول عمومی میشه CN H2N. دقت کردی نسبت به بالای دو تا هیدروژن کمتر داره. این یکی میشه CN H2N-2، نسبت به آلکان 4 تا هیدروژن کمتر داره. آقا یه مثال میزنید، مثلا آلکین 3 کربونه چه فرمولی خواهد داشت؟ بله آلکین 3 کربونه بچا، کافی به جای N 3 بذارید، میشه C3H. شما بگین الان حساب کنید اول. آفرین. 2 ضرب در 3 میشه 6، 6 منهای 2 میشه 4. فرمول یک آلکین سه کربونه میشه C3H4. یا مثلا فرمول یک آلکن دو کربونه میشه C2H. بگید 2N، 2 ضرب در 2 میشه 4. خب حالا ما میخواییم بیایم ساختار ساده ترین آلکن و آلکین هم بررسی کنیم. چرا این کار رو میکنیم بچه ها؟ به خاطر اینکه کتاب درسی
بهش اشاره نکرده ولی اکثر همکارا در موردش صحبت میکنن. آلکن رو دقت کنید بچه. آلکن پیوند بین کربن کربن دوگانه است. اصلا اگر دوتا کربن نداشته باشه آلکن تعریف نمیشه. مگه قرار نیست آلکن ترکیب هیدروکربنی باشه که بین دوتا کربنش پیوند دوگانه برقراره؟ پس اولین عضو خانواده آلکن ها اصلا نمیتونه یک کربن داشته باشه، باید حتما دو کربنه باشه. از خود سوال بپرس چجوری یک کربن میتونه پیوند دوگانه با یک کربن دیگه بده؟ وقتی کلا یک کربن داری، اون یکی کربن تو از کجا میاری که باش پیوند دوگانه ایجاد بکنه؟ پس اولین عضو آلکن ها حتما باید دو کربنه باشه. یعنی فرمولش چیه؟ C2H4. بچه ها بهش میگن اتن یا اتیلن، لطفا اینو حفظش کن فعلا، اتن یا اتیلن. اگر خیلی علاقه مند این بحث هستی، اگر بری تو آپارات شیمی سخت نیست لیست پخش ریترن نهم رو پیدا کنی، تو اون لیست پخش تمام و کمال این بخش شیمیایی رو برای بچه های نهمی که وارد دهم شده بودن توضیح دادم، میتونی بری کامل ببینی. خب این اتن چه کاربردی داره؟ به عنوان هورمون گیاهی استفاده میشه بچه ها. رسیدن میوه های نارس. و یه نکته دیگه، قبول دارین سیر نشده است دیگه، ساختارش هم این شکلیه، 4 تا هیدروژنی به 2 تا کربن وصله و پیوند دوگانه داره، سیر نشده هم هست. اون یکی گروه عاملیمون چی بود بچه ها؟ بگین آلکین. اون یکی گروه عاملی ما چی بود؟ آلکین. آلکین ها باز هم اولین عضوشون دو کربن داره، اما با این تفاوت که به هر کربن یه دونه هیدروژن وصله، فرمولش میشه C2H2، بهش میگن اتین یا استیلن. بچه ها چون این دمای زیادی آزاد میکنه موقع سوختنش، انرژی زیادی آزاد میکنه و دما رو به شدت بالا میبره، از این برای جوشکاری استفاده میشه، از استیلن. پس این دوتا هیدروکربن خارج از بحث بود که در موردش صحبت کردیم. این هم میدونید دیگه سیر نشده است. آقا چرا میگین سیر نشده؟ به خاطر اینکه پیوند سگانه کربن کربن داره. بچه ها هر جا دیدین پیوند کربن کربن ها یگانه است بگین سیر شده است، هر جا دیدین یگانه نیست یعنی دوگانه و سگانه است بگین سیر نشده. حواستون باشه. چرا اینو گفتم؟ چون شما پلیمرهایی که تو این بخش یاد میگیرین پلیمرهای افزایشی. آقا پلیمر افزایشی یعنی چی؟ بچه پلیمری که از آلکن میسازن میشه پلیمر افزایشی. اگه دقت کرده باشه آلکن پیوند دوگانه داره و این به من و شما کمک میکنه بتونیم بیایم و چه کار کنیم؟ ازشون پلیمر بسازیم. آقا پلیمر اصلا چیه؟ من تو بخش دوم شب امتحان انتهای بخش اول و ابتدای بخش دوم توضیح دادم، ولی مجدد توضیح میدم. بچه ما یه سری مولکول کوچولو موچولو داریم، این آب، متان، آمونیاک، تعداد اتمهاشون کمه. یه سری مولکول بزرگ داریم که 1000 تا 2000 تا 10000 تا اتم داره، این پلیساکارید های بدن ما، این هموگلوبین، این انسولین، مولکول های زیستی یا درشت مولکول ها، تعداد اتمهاشون خیلی زیاده، این پلیمر ها، این بطری آب معدنی که اینو پلیمره. حالا درشت مولکول ها خودشون دو دسته تقسیم میشن، یا پلیمری یا غیر پلیمری. آقا پلیمر یعنی چی؟ یعنی واحدهای منظم تکرار شونده. یعنی مثلا تو فرض کن یه همچین مونومری داری، دایره مثلث، یه عالمه از این دایره مثلث ها کنار هم با همین نظم تکرار بشه، یعنی تو یه عالمه دایره مثلث دایره مثلث دایره مثلث داشته باشی، به این میگن پلیمر. اما ساختارهای درشت مولکولی که غیر پلیمری هستن ساختار نامنظم دارن، دایره مثلث مربع 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 دایره دایره مثلث، ساختار بی‌نظمه، هیچ نظمی نمیتونی توش پیدا کنی، به اینا میگن غیر پلیمری. پس به درشت مولکول هایی که واحد تکرار شونده منظم دارن میگیم پلیمر. خب به این واحدهای تکرار شونده منظم چی میگیم؟ نگاه کنید بچه ها، یه عالم واحد تکرار شونده داریم که n مرتبه تکرار شده، به کل این مولکول میگفتیم پلیمر. قبوله؟ به کل این. حالا به یه دونه این چی میگیم؟ آفرین، مونومر. پس هر پلیمر از تعداد زیادی مونومر ساخته شده. مثلا اینجا اگر دقت کنی این ساختارهای چی هم پلیمری هستن، میبینی یه عالمه از این بیزیا کنار هم قرار گرفتن. اما
به هر کدوم از اینا ما میگیم مونومر. مونو یعنی یه دونه، مرم یعنی سازنده، یعنی واحدهای سازنده. حالا خود پلیمرها دو دستن، یا طبیعین یا مصنوعین. طبیعی‌ها رو کتابتون گفته، سلولوز، پروتئین‌ها، پنبه، نشاسته، پشم و موم زنبور عسل. بچه موم زنبور عسل در ساختار درونی یا مولکولیش پلیمره، ولی ساختار بیرونیش غیر پلیمریه. ولی کتاب درسی شما میگه پلیمریه، چون میگه پلیمریه همینو در نظر بگیرین. یا مثلا پلیمرهای مصنوعی که ماها میسازیم، معمولا از مواد پتروشیمیایی به دست میاد، پلی استر، کولار، پت، پلی اتیلن، ترفتالات و بطری آب معدنی. حالا غیر پلیمری ها هیچ نظمی نداشتن، فقط درشت بودن، فقط هیکلشون گنده بود، هیچ نظمی توشون پیدا نمی کنی. بازم دو دسته میشن، یا طبیعی ان یا مصنوعی ان. طبیعی اینه چی؟ هموگلوبین، چربی ها، استروید ها، اینا همه چی ان؟ ساختارهای غیر پلیمری طبیعی. و ما حالا یه سری ترکیبای غیر پلیمری مصنوعی داریم که میتونه خیلی هم تعدادش زیاد باشه. ما خلاصه پلیمرها رو گفتیم، اما یه نکته باقی مون بچه‌ها. ما یه سری پلیمر زیست تخریب پذیر داریم. آقا اجازه، ما فهمیدیم زیست تخریب پذیر یعنی زیست رو تخریب میکنه. نه بچه‌ها، زیست تخریب پذیر یعنی توسط محیط زیست میتواند تخریب شود. این خوبه. یعنی پس از چند ماه میتونه توسط جانداران ذره‌بینی به مولکول‌های ساده‌تر عین آب یا کربن دی‌اکسید تبدیل بشه. پس ساختارهای پلیمری زیست تخریب پذیر خوبن، حواستون باشه. این هم در مورد پلیمرها. حالا چه پلیمری رو کتاب درسی اشاره کرده؟ کتاب درسی میاد اتن رو معرفی میکنه، نگاه کن، اتن رو معرفی میکنه، یا اتیلن. برای رساندن میوه استفاده میشم، توضیح میده، بعد میگه با حرارت دادن اتن در ظرف دربسته یک تغییر شیمیایی رخ میده. اتیلنی که گازی شکله N مرتبه، N یعنی چی؟ یعنی یه عالمه، یه عالمه مرتبه اتن که حالت گازی داره کنار هم قرار میگیره در یک ظرف دربسته در معرض گرما و فشار، و چی رو تولید میکنه بچه برای ما؟ پلی اتیلن رو تولید میکنه، یا پلی اتن رو تولید میکنه. که دقت کنید حالت فیزیکی پلی اتن جامده، یک جامد سفید رنگه. ماده اولیه که استفاده کردیم برای ساخت پلاستیک ها یا همون الیاف مصنوعی همین اتنه. اتن رو برمیدارن ازش الیاف مصنوعی میسازن. این چی بهتون بگم؟ هر وقت دیدیم که بین آلکان، آلکن، آلکین گیر کردین برای ساخت پلیمرها، بدونید آلکان‌ها نمیتونن پلیمر بسازن. گرفتین چی شد؟ آلکان‌ها نمیتونن پلیمر بسازن. آقا چرا؟ بچه شرط ساخت پلیمر سیر نشده بودنه. یعنی اتن میتونه پلیمر بسازه، اما اتان نمیتونه. چرا؟ چون اتن سیر نشده است. نگاه کن پیوند دوگانه کربن کربن داره. امیدوارم گرفته باشی چه اتفاقی افتاده اینجا. اما تو ساختارهای پلیمری حواس جمع باشه بچه‌ها. می‌خوایم اینو پلیمرش کنیم. بذارین برم اونور خوشگل براتون اینو بکشم. بچه‌ها می‌خوان یه همچین چیزی رو که اصلا نمیخوام اون ساختاری که کتاب داده رو بهتون بدم، میخوام اینو پلیمری کنیم. یه عالمه مونومر باید کنار هم قرار بگیره، باید بهش فشار و گرما بدیم. بچه ها استپ بای استپ، مرحله اول چه اتفاقی میفته؟ پیوند دوگانه میشکنه، یعنی پیوند دوگانه بین کربن کربن میشکنه، شکست. اتمهای متصل به کربن رو میکشیم، اتم های متصل به کربن رو میکشیم. به این کربن چی وصله؟ هیدروژن، یود. به این کربن چی وصله؟ کلور و برون. دو تا گوش میذاریم برای دو سمت کربن، یکی اینور یکی هم اینور. یک کروشه باز میکنیم، میگیم N مرتبه از این تکرار شده. بچه یعنی یه عالمه از این کنار هم قرار گرفتن، یه دونه مولکول پلیمری رو واسه ما ساختن. به عنوان مثال اگر اینجا ما 2000 تا از اینو کنار هم گذاشته باشیم، بس اینجا هم قاعدتاً یه 2000 باید بذاریم، یعنی 2000 تا از این واحد تکرار شده. دیدین چقدر آسون بود؟ این همه پلیمر پلیمر میگیم. من بچه ها اصلا وقتی میان در مورد پلیمر صحبت میکنم با پیش زمینه میان، آقا پلیمر خیلی سخته. نه، فقط کافی پیوندگانه رو بهش کافی دوتا گوش براش بذاری،
این مرتبه تکرار بشه به همین سادگی. میبینی دو تا گوشو گذاشته این مرتبه تکرار کرده. پلی اتن بس فراورده ایه که ته یک تغییر شیمیایی از اتن به دست میاد. در این تغییر شیمیایی مولکولای کوچک به مولکولای بزرگ تبدیل میشن. بچه ها فقط این نکته رو اضافی بدونید، نیروی بین مولکولیش هم زیاد میشه. نیروی بین مولکولی هم داره زیاد میشه. چرا داره زیاد میشه؟ چون ترکیب جامد شده. جامد شدن نشانه اینه که نیروی بین مولکولی افزایش پیدا کرده. بچه سوتی هم ندینا، یه عالمه مونومر یک مولکول پلیمری رو میسازن. یعنی وقتی من اینجا می‌نویسم CH2CH2 2000 مرتبه، یعنی یه مولکوله که 2000 بار از این تکرار شده. حواست رو جمع کن. بچه دو مدل پلاستیک داریم، ماندگار همون زیست تخریب ناپذیره، این همین پلی اتن. چند تا مزیت داره، ارزان قیمت، عمرش بالایه و استحکام خوبی داره، اما آلودگی محیط زیستش زیاده. پس چیکار میکنیم؟ یه راهکارهایی میدیم تا اینو بتونیم این اثر رو کمترش کنیم، این آلودگی رو کمترش کنیم، بازیافتش کنیم، کالای دیگه بسازیم. جایگزین کردن پلاستیکای زیست تخریب پذیر. مثلا بیایم دیدیم این ظرفای جدید اومدن کاغذیان از نشاسته میسازن، اینا میتونه جایگزین چی بشه؟ پلاستیک ها بشه. یا میتونیم دوباره استفاده کنیم. تو یه ظرف پلاستیکی رو تو خونت، مرباییه، نمیدونم پنیریه، یه چیزی داخلشه، یه ظرف خوشگل با استحکام، برمیداری تهش نگه میداری، چهار تا چیز داخلش بریزی، تو عملا داری کار سوم انجام میدی، استفاده چند باره از ظروف پلاستیکی. برسیم به حل سوالات. بچه سری سوالات رو حل کنیم، بررسی کنیم از این فصل. میگه مولکول متان از 4 اتم هیدروژن و یه دونه کربن ساخته شده. الف آرایش الکترونی مدار آخر رو رسم کنید. بچه ها توی بخش اول اینو توضیح دادم. میای میگه یه هسته داریم 6 تا پروتون داره، نوترونش رو نمیدونی، ولی اگر این بالا 12 بنویسه 6 تا هم نوترون داری. لایه اول ماکسیموم 2 تا الکترون جا میگرفت، لایه دوم ماکسیموم 8 تا الکترون جا میگیره داخلش، اما ما کلا 6 تا الکترون داریم. آقا چرا 6 تا الکترون داریم؟ اتمتون خنثاه و عدد اتمیش همون تعداد پروتونشه و در یک اتم خنثا پروتون با الکترون برابره. وقتی دو تا اینجا الکترون مصرف کردی، کلن 6 تا الکترون داشتی، چند تا الکترون برات باقی مونده؟ 4 تا. پس الکترون لایه آخرش 4 تا. آرایش الکترون نقطه ایش هم اینجوریه، یه کربن میکشی 4 سمته 4 تا الکترون میزه. هر اتم هیدروژن چند پیوند کووالانسی میداد؟ بچه هیدروژن رو بکشین، الکترون نقطه ایش و هیدروژن یک، میتونه یک پیوند کووالانسی بده. آقا چرا؟ چون اگه یه دونه الکترون بگیره به آرایش گاز نجیبه بعد خودش میرسه. اینا دوست دارن الکترون بگیرن به آرایش گاز نجیبه بعد خودشون برسن، چون نافلزن. دقت کن اینجا ما 4 تا جای خالی داریم، پس 4 تا الکترون میتونه کنارش قرار بگیره، بس کربن میتونه 4 تا پیوند برقرار کنه. آقا این 4 تا پیوند همیشه یگانه است؟ نه، میتونه یه دونه سگانه باشه، یه دونه یگانه باشه، میتونه دو تا دوگانه باشه، میتونه یه دونه دوگانه باشه، دو تا یگانه باشه، فرقی نمیکنه. بریم سوال بعدی. میگه نوع پیوند تو آب مشخص کنید. بچه‌ها ساختار آب این شکلیه، H2O، که من توی بخش دوم رسم اینم حتا به توضیح دادم تو بخش دوم شب امتحان. نوع پیوند تو مولکول آب مشخص کنید. پیوند کووالانسیه بچه، اشتراکیه. در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند تا الکترون وجود داره؟ بچه آرایش لایه لایه 6 تا، بچه 8 تا پروتون داره، 8 تا هم نوترون داره. لایه اول ببخشید، لایه اول 2 تا الکترون میگیره، لایه دوم الکترون های باقی مونده رو میگیره. 8 تا الکترون داریم، دو تا اینجا صرف کردیم، چند تا نیاز داریم؟ 6 تا. اکسیژن باز 6 تا الکترون در لایه آخرش داره. دقت کنید چند تا پیوند میتونه برقرار کنه؟ دو تا، چون دو تا جای خالی تا 8 تایی داره. سوال بعدی میگه مدل خطی ترکیبات زیر رو رسم کنید. بچه هر دو تا الکترون بین اینا هم پوشانی بشه میشه یه پیوند. اینجا رو دقت کنید، این هاشه، این هم هاشه. چرا؟ چون کوچولوئه، هیدروژن اندازش نسبت به اکسیژن کمتره.
این اکسیژنه، این هم اکسیژن. دقت کردیم بچه ها بین هر کدوم هم یه پیونده، میبینید دو جفت، یک جفت، یک جفت، یک جفت، دو تا الکترون. این اکسیژن ما چند تا الکترون داره؟ دو تا الکترون داره. این شکل اشتباهه، اینم باید دو تا الکترون اینجوری داشته باشه. اینم دو تا الکترون بالا، دو تا الکترون پایین داره. این شد ساختار خطی. این یکی بچه ها N2، یه N و یه N. پیوند بینشون چندگانه است؟ به من میگیم یگانه، دوگانه، سگانه. هر دو تا الکترون میشه یه پیوند. یک، دو، سه. دو تا الکترون باقی موندهش هم اینجوری میذاریم. این دو تا هم دیگه. CH4C، چهار تا هیدروژن و رسم میشه. به همین سادگی میتونید هم هیدروکربن ها رو بررسی کنید، هم ساختارهای دیگر رو کامل براتون واضح. میتونید هم لوئیسش رو به دست بیارید، هم الکترون نقطه ایش رو. به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید. چه ویژگی هیدروکربن باعث افزایش نقطه جوش آنها می شود؟ تعداد کربن. هرچه تعداد کربن بیشتر، نیروی بین مولکولی بیشتر، نقطه جوش بیشتر. جملات صحیح غلط را مشخص کنید. هیدروکربن C20H42 20 تا کربن داره. این 12 تا کربن داره. بچه‌ها اونی که 20 تا کربن داره سخت تر جاری میشه. یعنی این سخت‌تر جاری میشه. چرا؟ چون کربوناش بیشتره، نیروی بین مولکولیش بیشتره. این وارون میگه، میگه هیدروکربن فلان، یعنی این آسان‌تر از این هیدروکربن جاری میشه. غلطه. دلیلش چی بود؟ چون C20H42 کربن بیشتری از C12H26 داره، پس نیروی بین مولکولی بیشتری داره، پس سخت‌تر جاری میشه. اصطلاحاً گران‌روی بیشتری داره. با توجه به این هیدروکربن ها به سوالات پاسخ دهید. کدام هیدروکربن راحت تر جاری می شود؟ آن هیدروکربنی که کربن کمتر دارد. چرا؟ چون نیروی بین مولکولی کمتری داره. بین اینا کدوم کمتره کربناش؟ آفرین، به هیدروکربن ها رو به ترتیب نقطه جوش مرتب کنید. اونی که کربن بیشتری داره نقطه جوش بیشتری هم داره. بس اول میشه دال بزرگتر از الف که 12 تا کربن داره، جیم که 9 تا کربن داره و بگ 6 تا کربن داره. کدام هیدروکربن بیشترین گران روی را دارد؟ یعنی بیشترین مقاومت در مقابل جاری شدن. اونی که تعداد کربن بیشتری داره. چرا؟ چون نیروی بین مولکولی بیشتری داره. چی میشه بس بچه‌ها؟ میشه C20H42. اینم از این سوال. بریم سوال بعدی. چند تا ظرف داده که دارن جاری میشن؟ بچه‌ها دقت کنید، این از همه سخت‌تر جاری شده طبق شکل، این از همه آسان‌تر جاری شده. یعنی اگر ترتیب جاری شدن رو بنویسین میشه 1 بزرگتر از 2 بزرگتر از 3 بزرگتر از 4. حالا بریم سراغ سوال. میگه کدام هیدروکربن آسان‌تر جاری میشود؟ چرا؟ هیدروکربن شماره 1 به خاطر اینکه گران روی کمتری داره، یعنی نیروی بین مولکولیش کمتر بوده. ولش کن آقا، اونجوری نگو اصلا. بگو به خاطر اینکه مقدار بیشتری از مایع داخل ظرف ریخته، چون شرایطشون یکسانه. اونی که مقدار بیشتری مایع داخل ظرف ریخته یعنی راحت‌تر جاری شده دیگه. تو صدا ظرف عسل رو در نظر بگیر تو دماهای مختلف. اونی که تو زمان کمتری مقدار بیشتری برای ما اینجا عسل جمع می‌کنه نشون میده که گران روی چی بوده؟ کمتر بوده. گران روی کمتر، جاری شدن بیشتر، آسانتر. هر یک از فرمولا رو به کدوم روغن میشه اختصاص داد؟ بچه ها نگاه کنید، اونی که بیشتر جاری شده مولکولش کوچیکتره که نیروی بین مولکولی کمتری داره و راحتتر جاری شده. یعنی اونی که از همه تعداد کربن کمتری داره یعنی شماره 1 میشه همون ظرف شماره 1. بعد کدوم تعداد کربن بیشتری داره از ظرف شماره 1؟ ظرف شماره 3 با 17 کربن. بس ظرف بس ببخشید مولکول شماره 3. پس مولکول شماره 3 اختصاص پیدا میکنه به ظرف شماره 2. بعد از اون ظرف شماره 3 باید تعداد کربن بیشتری داشته باشه نسبت به ظرف شماره 2. چرا؟ چون گران رویش بیشتره، مقاومت در برابر جاری شدنش بیشتره.
بس من میتونم بگم مولکول شماره 2 مربوط به ظرف شماره 3 و تنها مولکول باقی مونده که بیشترین تعداد کربن رو داره، بس بیشترین گران روی رو داره، بس کمترین جاری شدن رو داره، متعلق به فرمول C24H50 خواهد بود. بچه در مورد برج تختیر سوال میپرسه، بریم با هم بررسی کنیم. با توجه به شکل که داریم اینجا، در این برج تختیر نفت خام را در چند برج جدا سازی میکنن؟ 8 تا. نقطه جوش کدام برج از بقیه بیشتر است؟ اونی که پایین تر از همه است. بزرگتره کدوم؟ غیر، پایین پایین و آسفالت. مولکولای موجود در کدام برج بزرگتر؟ بازم غیر، برش پایینی، به خاطر اینکه بیشترین نقطه جوش رو دارن که از بخش پایینی ستون خارج شدن. تعداد اتم‌های کربن در مولکول‌های کدام برش از بقیه کمتر است؟ برش بالایی، کپسول گاز. چرا بچه ها؟ به خاطر اینکه حتما سبک بوده که از همه رفته بالاتر، پس نقطه جوشش کمتر بوده که از همه رفته بالاتر. رنگ مخلوطات در کدام برش تیره؟ برش پایینی. چرا؟ چون غیره بچه ها، برش پایینی غیره و سیاه رنگه. خیلی سوال آسونی بود. جدول زیرا کامل کنید. بچه همه آلکانن اگه دقت کنید، چون پیوند ها یگانه است. یک کربن داره، سی اچ چهاره. 1 2 3 4 تو فرمول جاگذاری کن میشه C4H10. آقا چی رو حساب کردین؟ CN H2N به علاوه 2 میشه C4H10. این میشه C3H8. خودتون حساب کنید، 1 2 3 4 5. C5H2 برابر 5 به علاوه 2 میشه 12. تعداد پیوند کووالانسی رو میگم عشق کن واسه خودت. آلکان ها تعداد پیوند کووالانسیشون برابر است با CN به علاوه 1 که N بازم تعداد کربونه. چند تا کربون داره؟ یه دونه. 3 ضرب در 1 میشه 1 به علاوه 1 میشه 4. اینجا 4 تا کربون داره، 3 ضرب در 4 12 به علاوه 1 13. اینجا 3 تا کربون داره، 3 ضرب در 3 9 به علاوه 1 میشه 10. اینجا 5 تا کربون داره، 5 ضرب در 3 15 به علاوه 1 میشه 16. خب نقطه جوشش اینه که 4 تا داره از همه بالاتره، اونی که یکی داره از همه پایین تره. ترتیبش اینجوری میشه، اگه بگم 1 2 3 4، ترتیب نقطه جوش میشه مولکول 4 بزرگتر از مولکول 2 بزرگتر از مولکول 3 بزرگتر از مولکول 1. این ترتیب نقطه جوش، گران روی، چسبندگی با هم مترادفن. اما فراریت عکس این رونده بچه، فراریت عکس این رونده. باز هم سوال مشابه همونه در مورد گران روی و اینهاست. به عنوان تمرین حل کنید بچه، فقط دقت کنید به اولین دما توجه میکنیم. اگر دیدیم برابره به دمای دوم هم توجه میکنید، حواستون باشه. میگه کدام برش از طبقات زیرین برج خارج میشه؟ طبیعتا اونی که کربن بیشتری داره. گران روی نفت چراغ بیشتر یا گازوئیل؟ حساب کنید ببینید کدومشون کربن بیشتری داره، گران روی بیشتری هم خواهد داشت. در مورد الیافا سوال داریم بچه، من ازتون سوال میپرسم. از هیدروکربنی به نام متان، اتیلن، بوتان. بچه گفتم حتما برای تهیه الیاف باید از آلکن استفاده کنید. اما در مورد این سوال، در مورد این شکل، الف نام مونومر، مونومر آن را بنویسید. میشه C2H4 یا اتن. به نیروی بین مولکولی در 1 بیشتر است یا 2؟ 2. چرا؟ چون تعداد زیادی مولکول داره، سنگین‌تره و نیروی بین مولکولیش بیشتر میشه بچه‌ها. خب کدام عبارت از این نادرست است؟ همه سوخت‌های فسیلی کربن دارن؟ همه سوخت‌های فسیلی بله کربن دارن. از حرارت دادن گاز اتن در ظرف دربسته پلاستیک تولید میشه، یا همون پلی اتن یا پلی اتیلن. امروزه سهم بیشتری از نفت خام صرف ساختن، نه سوختنه، ساختن نیست، سوختنه. میسوزونیم نفت خام رو. موفقیت بسیار گسترده هم که چرت و پرت میگه دیگه، کتاب درسی دیدین دیگه، سری همچین جملاتی داره. آره درسته دیگه، معلومه.
یه موفقیت بشر مدیون اینه که نفت خامو شناخته. سوال آخر، اتن اتیلن، اتن یا اتیلن و پلی اتن، این پلیمره، این مونومره، یعنی این همون C2H4، این هم همون ترکیبی که N مرتبه این پایین ازش داری. این ماده داره مولکول بزرگتری. بچه ها پلی اتن بزرگتری یا اتن؟ خب قطعا پلی اتن. این ماده داره پیوند دوگانه است. بچه ها اتن دوگانه است، ما داخل پلیمر پلی اتن پیوند دوگانه نداریم. از این ماده برای رسیدن میوه‌های نارس استفاده میشه، بازم اتنه. این ماده وارد گاز میباشد، بازم اتنه. پلی اتن نیروی بین مولکولی بیشتری داشت به حالت جامده. این ماده محصول واکنش بسپاری شدن است. بچه ها واکنش بسپاری شدن یعنی واکنشی که منجر به تولیده چی میشه؟ بگین پلیمر میشه، بس دنبال پلیمر میگرده. خب بچه ها توصیه آخر، نکات آخر، قبل از هر چیز اینو بگم، ما شروع کلاس سالیانمون برای پایه دهم توی درس‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست از 25م 15م تا 25م تیر ماهه. خبر ویژه که براتون دارم اینه که ما برای سال بعد کلاس‌های سالیانمون سه بخشه. اولا کلاس‌ها از این تاریخ شروع میشه، توی پنلتون همه جلسات باقی میمونه، جزوه اختصاصی داره، آزمون اختصاصی داره کلاس‌ها. من بچه‌ای که دهم بودم فکر کنم قطعا شنیدید، اگر با مجموعه آشنا باشین که الان قطعا آشنا هستین، بچه های دهمی میتونن بهتون بگن، برید پیدا کنید تو گروهاشون، توی تلگرام بپرسید ازشون که چه نتایج درخشانی براشون رقم خورد توی سالی که ما در کنارشون بودیم. برای پایه دهم ما هم کالبد شکافی کتاب درسی رو داریم، هم کلاس های تست و تشریحی داریم با یک جزوه اختصاصی که ریز به ریز مطالب رو میگیم. مثلا من زمانی که دارم برای شما این کلیپ رو ضبط میکنم، 50مین جلسه 1.5 ساعته سال دهم تموم شد. یعنی کلاس سال دهم 50 جلسه 1.5 ساعته طول کشید و توی این کلاس تقریبا میتونم بگم بین 3000 تا 3500 تست بررسی شده، نکته جا نمونده. و یک کلاس خیلی پیشرفته تر با نام تستونیزه برای بچه خیلی قوی، که بچه همه اینا لازمش اینه که تو شماره تو با شماره خودت به این شماره واتساپ پیام بدی، 919-793-1854، فقط واتساپ پیام بدی، بگی پکیج مثلا شیمی دهم، فیزیک دهم، ریاضی دهم، از همه کلاس هم یک جلسه رایگان میتونی بشینی. ولی زمانی که این کلیپ رو دیدی چه بخوای در کلاس ها شرکت کنی چه نخوای شرکت کنی، به این شماره میتونی پیام بدی، به پیج اینستاگرام هم میتونی پیام بدی، فیدبک بدی، نظرتو بگی، آقا خوب بود، لذت بردم، دمت گرم، من انرژی میگیرم. اگر انتقادی دارین حتما بازم پیام بدی. بازم تاکید میکنم بچه این محتوا هدیه ما به شماست و هیچ وقت برای داشتن این پکیج، این ابر پکیج، هیچ هزینه نباید پرداخت کنید. شب امتحان ها کاملا رایگانه، فقط دوره شب امتحان، چون دیده شده توی ترم اول که ما اینو گرفتیم، چون استقبال نزدیک 1 میلیونی نسبت به این پکیج شد، بچه ها میگفتن که آقا مثلا فلان مشاور تو فلان شهر اینو به ما مثلا 20 تومن فروخته. بچه هیچ هزینه نباید پرداخت کنید، چون این محصول زحمت بچه های مجموعه است، اساتید مجموعه است و اصلا هدفش اینه که اولا شما با یک تدریس لذت بخش و با خیال آسوده برین سر امتحانتون، دومین هدفش اینه که اون عدالته، اون اتفاقی که نیفتاده، یعنی بچه‌ها دسترسی نداشتن به خیلی از مطالب، برطرف بشه، که با گذاشتن این ویدیو تو آپارات بکنم کاملا واضحه که سعی کردن در اختیار همه بچه‌ها قرار بدیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم بچه‌ها. در امتحان پایانی حتما نکات رو ریز به ریز بنویسین، سعی نکنید زیادی توضیح بدین اتفاقا برخلاف آزمون‌های مدرسه، سعی کنید که توی چارچوب خودتون، توی اون چارچوبی که یاد گرفتین توی شب امتحان بررسی کردیم، پاسخ بدین. با حوصله این ویدیوها رو ببینید و حتما هم بعد امتحان نظرتون رو به من بگین. بقیه درس هم یادتون نره، توی درس علوم بقیه مباحث طبقه بندی شده، درس داده شده و در
درس ریاضی هم که ما یه انفجار داریم با استاد جدیدی پر انرژی. مواظب خودتون بچه ها باشین. فعلا به امید دیدار. خدا نگهدار.